همراه هستیم با مریم دهخوردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از ترکیه. خوش آمدید خانم دهخوردی. خب حکومت بعد از ستاره دار کردن دانشجویان به تبعید و تعلیق و محرومیت از خوابگاه برای اونا رسیده. دلایل این همه فشار به باور شما چیست و آیا این محدودیت‌های فراوان و سرکوب و خفقان میتونه اونطور که هدف حکومت هست کارساز باشه و حکومت رو به هدف خودش برسونه؟ درود بر شما. نهاد دانشگاه به عنوان نهادی که همواره در واقع نقش اصلی و اساسی در جنبش‌های اجتماعی داشته در دهه‌های گذشته، از همون ابتدای استقرار حکومت جمهوری اسلامی مغضوب واقع شد و تلاش شد که از حضور اساتید منتقد، دانشجویان آگاه و افرادی که قادر به انتشار اندیشه‌هاشون در میان قالب مردم بودند پاکسازی بشه. ابتدا در واقع دهه 60 ما با یک انقلاب فرهنگی مواجه شدیم که تعداد زیادی از دانشجویانی که به شکلی اکت سیاسی داشتن از دایره دانشگاه کنار گذاشته شدن، همچنین اساتید منتقد. بعد در دهه 70 با سرکوب گسترده جنبش دانشجویی در واقع امنیتی شدن فضای دانشگاه و جایگزین شدن نیروهای همراستا و همگرا با سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت بودن با نیروهای متفکر کلید زده شد و می‌بینیم که الان در طول یک سال گذشته این هر دوی این روش‌ها، یعنی هم فضای امنیتی ایجاد کردن در دانشگاه، نفوذ نیروهای وابسته به حکومت در میان دانشجویان و حتی بسترسازی برای گسترش این نیروها در بین دانشجویان و کنار گذاشتن اساتیدی که به هر حال با دانشجویان معترض و جنبش اجتماعی زن زندگی آزادی همراه بودن، همزمان با هم داره پیش میره، هم انقلاب فرهنگی و هم امنیتی کردن فضای دانشگاه. اهرم فشار و سرکوب هم فقط در چارچوب صدور احکام انضباطی، تعلیق یا تبعید دانشجوها نبوده. اگر اخبار مرتبط با در واقع دانشگاه رو دنبال بکنیم، می‌بینیم که از هر شیوهی حکومت برای اینکه دانشجویان رو ساکت بکنه، از اخذ تعهدهای غیرقانونی خارج از چارچوب مبنی بر اینکه در جنبش‌های اعتراضی حضور نداشته باشند، تا پرونده سازی و همدستی با نهادهای امنیتی و حتی اسکن چهره‌هاشون در هنگام تحویل اتاق یا تحویل غذا به اونها در برخی دانشگاه‌ها، می‌بینیم که تلاش می‌کنه دانشجویان رو مرعوب بکنه برای اینکه در واقع دست از مطالبه و همراهی با جامعه بکشن در جنبش زن زندگی آزادی. سپاسگزارم از شما مریم دهخوردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از ترکیه با ما.